ترور بیولوژیک ترانه علی دوستی با نوعی سم روسی ترانه علی دوستی از پیشتازان حمایت از جنبش زن زندگی آزادی و از اولین زنان هنرمندی بود که حجاب اجباری خود را برداشت این هنرمند شجاع و آزادیخواه در آذر ماه سال 1401 توسط مزدوران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند اطلاعات سپاه زندان وین منتقل شد بر حسب اطلاع وی به همبندی های خود گفته که هنگام بازجویی از حال رفته و در همین شرایط متوجه شده که به او آمپولی نامشخص تزریق شده که بعد از آن دچار سرگیجه شده است مدتی بعد از آزادی از زندان وی دچار حالات ناخوشی و سرگیجه شده که با شدت گرفتن بیماری از مهر ماه 1402 تا کنون در بیمارستان کسرای تهران بستری می باشد. پزشکان پس از بررسی های گسترده اعلام کردند که منشأ بیماری وی ناشناخته و دچار نوعی شپ سرطان شده است. خبری تایید نشده به نقل از یک منبع مطلع حاکی از این است که ای که به وی تزریق شده نوعی سم روسی است که توسط کاگبه در اختیار جنایتکاران سپاه قرار داده شده و عملکرد تدریجی دارد. طی سالهای اخیر ده‌ها نفر از فعالان سیاسی در سنین مختلف پس از آزادی از زندان دچار بیماری ناشناخته و یا به طور ناگهانی فوت کردند. از جمله موضوع قتل آرمیتا گراوند و چند موضوع دیگر که یادآوری نمی‌کنیم.